سلام، خیلی خوش اومدین به چنل من. مرسی که ویدیوی منو نگاه میکنید و اگر جز کسایی هستین که این ویدیو رو میبینید، قطعا شما هم به این نتیجه رسیدین که دوست دارین ورزش رو به لایف استایلتون اضافه بکنید. اگر من بخوام یه توضیح راجع به خودم بدم، من 23 سال بود که هیچ ورزشی تا حالا تو زندگیم انجام نداده بودم. شاید باشگاه مختلف رفته بودم، ورزش های مختلف، ولی در حد یک هفته ادامه دادن بود. یعنی هیچ وقت نشده بود که من به ورزشی علاقمند بشم و ادامه بدم. حالا توی این ویدیو میخوام بگم که چه اتفاقی افتاد که من ذهنیتم راجع به ورزش کردن تغییر کرد، تا شاید بتونه کمک بکنه به شما که شما هم ورزش رو جزء روتینتون اضافه بکنید و انجامش بدید. اولین نکته‌ای که برای من داشت این بود که یکی از آدمای نزدیک زندگیم یه مشکلی براش پیش اومد و ورزشگر خیلی حرفه‌ای هم بود. یه مشکلی براش پیش اومد که مدت طولانی نمیتونه دیگه ورزش بکنه. و وقتی این اتفاق افتاد، من یکم به فکر رفتم. گفتم خدایا، واقعا همین که من میتونم، این توانایی رو دارم که ورزش کنم، بزرگترین نعمته. چرا ازش استفاده نکنم؟ خیلی از آدم‌ها هستن که این شرایط منو ندارن. دوست دارن ورزش بکنن، اندام سالم‌تری داشته باشن، زیباتری داشته باشن، ولی شرایطش رو ندارن. نکته که باعث شد من ورزش رو یاد بگیرم و ادامش بدم این بود که من همیشه راجع به هر مهارت جدیدی که میخوام یاد بگیرم یه درسی بزرگی همیشه یادآور میشه برام. اینکه وقتی ما میخوایم یه مهارتی رو یاد بگیریم، مثال میزنم، مثلا رانندگی، هیچ آموزشگاهی نمیاد برای ما یاد بده که آقا وقتی که تو پاتو میذاری روی ترمز چه اتفاقی میفته که ماشین میسته و ترمز میکنه. ولی زمانی که ما بیایم این سیستم داخلش رو درک بکنیم، بفهمیم که چی میشه که ما وقتی ترمز میکنیم اون ماشین ترمز میکنه، اون وقته که هم از خیلی از خطرهایی که امکان داره پیش بیاد جلوگیری میکنیم، هم خیلی راحتتر میتونیم یادش بگیریم اون مهارت رانندگی رو. برای منم ورزش کردن به این شکل بود. یعنی من اصلا هیچ اطلاعاتی نداشتم راجع به اینکه اصلا ورزش چیکار میکنه، چطوری کار میکنه، چه تغییراتی توی بدن من ایجاد میکنه، برای چه افرادی خوبه. یعنی من فکر میکردم که اصلا من ورزش کنم واسه من که تأثیری نداره. یعنی خب مثلا من یه آدمی بودم که همیشه، همین الان هستم، نمیخوام بگم آنچنان تغییر کردم، من یه آدمی هم که خیلی اندام لاغری دارم و واقعا همیشه تو ذهنم بود که خب من ورزش کنم که من که نمیام چاق بشم. واقعا در این حد اطلاعاتم راجع به ورزش کردن صفر بود. و یا حتی الگوهایی رو میدیدم از افرادی که حالا چاقن، یه مدت رفتن باشگاه نتیجه نگرفتن، ول کردن. این چیزا ذهنیت منو راجع به ورزش تغییر میداد که آقا ورزش یه کار بیهوده است، نتیجه نمیده، به ثمر نمیرسه. و یه تجربه دیگه ای که قبلا فکر کنم یک سال پیش داشتم که باعث میشه من از ورزش بدنسازی زده بشم این بود که اولین باری که من رفتم باشگاه هیچ اطلاعاتی نداشتم، تنها رفته بودم و فکر میکردم که من مربی نگیرم دیگه اوکیه، حالا یه برنامه میگیرم و چهار تا سرچ میکنم و انجامش میدم. ولی وقتی با این شرایط شروع کردم، یه ذره تو وقتی توی چیزی اطلاعاتی نداری، مهارتی نداری، کم کم زده میشی ازش و دل سرد میشی، مخصوصا وقتی ببینی نتیجه نمیگیری. و اشتباهی که من کرده بودم این بود که بدون مربی، بدون اینکه کوچ خاصی بگیرم، ورزشمو شروع کردم و یه ذهنیت بدی توی من شکل داده بود که کلاً هم ورزش زده شده بودم. ولی خب این دفعه فرق کرد. من از روز اول تصمیم گرفتم مربی خصوصی بگیرم و واقعاً نمیدونید انقدر من علاقه‌مند شدم به ورزش کردن که 90% تاثیرش اون مربی داشتنه. حتما به شما پیشنهاد میکنم اگر تا حالا تجربه ورزش کردن نداشتیم، حتما با یه مربی شروع بکنید و سعی کنید که یکم درستتر و اصولیتر تمریناتتون رو انجام بدید. حالا برمیگردیم به کارکرد عضلسازی که واقعا خیلی بهتون کمک میکنه. اگر بدونید چه شکلی کار میکنه، قطعا بهتون کمک میکنه بیشتر درکش کنید، ببینید نتیجه میده نمیده، چه کار باید انجام بدید.
به نظر شما راحت ترین راه برای از بین بردن یک عضله چیه؟ راحت ترین راه اینه که شما از اون عضله استفاده نکنید. اون عضله تخریب میشه و از بین میره. حالا وقتی که ما میایم ورزش میکنیم و بدن ما میبینه که ما سر هر هفته سر یه تایم مشخصی یه فشار مشخصی رو داریم به جای بدنمون وارد میکنیم. بدن ما میاد به اون قسمت از بدنمون انرژی میده، پروتئین میده که باعث بشه اون قسمت رشد کنه، قوی تر بشه و دفعه بعد از پس اون فشار بر بیاد. و به این شکل بدن ما عضله میسازه. اصلا دلیل این که ما بعد ورزش کردن بدن درد میگیریم اینه که بدن ما اون عضله ها تخریب شده و بدن ما انگار که یه تناوبی داره دور اون عضله ها میپیچه دوباره که اون محکم شه، قوی تر شه و بتونه از پس اون فشار بر بیاد. خب و اصلا شما ببینید چقدر این بدن ما هوشمنده و دقیق داره کار میکنه که میدونه وقتی ما داریم یه فشار یا به قسمتی وارد میکنیم تو اون تایم هرچی انرژی وارد اون بدن میکنیم، هرچی غذا و پروتئین میره میده به اون قسمت، ولی وقتی تو اون ورزش رو قطع میکنی یا ورزشی نمیکنی دیگه بدن ما اون انرژی رو به اون اندام به اون قسمت نمیده و باعث میشه که هیچ عضله خاصی هم نداشته باشه. و حالا افرادی هم که چاقن و ورزش میکنن بعد میبینن نتیجه نگرفتن، دل سرد میشن، اون زیر اون عضله ها داره ساخته میشه. لازمه که چربی ها از بین بره اول، یکم سخت‌تره درسته، شما اول باید چربی رو بسوزونید بعد به عضله سازی برسید، ولی واقعا به نظر من ارزشش رو داره. حالا یکی از چیزهای دیگه که باعث شد من به ورزش علاقه‌مند بشم و انجامش بدم این بود که یه تایمی من بمباران شده بودم از فواید ورزش. یه سریاش خودآگاه بود، یه سریاش هم خیلی اتفاقی. من حالا توی اینستا جاهای دیگه ویدیوهایی رو میدیدم که راجع به خاصیت ورزش کردن صحبت میکردن. و یه تمرینی هم من میخوام بهتون بگم که این تمرین رو حتما انجامش بدین که باعث میشه که ذهنتون ورزش کردن رو لذت بخش بدونه و ورزش نکردن رو عذاب‌آور بدونه. این تمرین به این شکل که شما میایید یه لیست آماده میکنید که اگر من ورزش کنم چه اتفاقی برای من میفته، اگر ورزش نکنم چه اتفاقی میفته. و لطفاً توی قسمت اول که چه اتفاقی میفته سعی کنید تا جایی که به ذهنتون میرسه و بهترین نتایجی که میتونید از ورزش کردن بگیرید و بنویسید. و توی قسمت بعدش هم واقعاً دیگه اون ته تهش که آقا بدترین اتفاقی که میتونه برای تو بیفته اگه ورزش نکنید و بنویسید، یه لیستی آماده بکنید و سعی کنید حداقل به مدت 21 روز این لیست رو هر روز برای خودتون بخونید و تکرارش کنید، حتی اگه شده تجسمش هم بکنید، که باعث میشه یه اهرامی توی ذهنتون ساخته بشه که ناخودآگاه بدونید که تلاش خاصی بکنید شما علاقه‌مند بشید به ورزش. و این اتفاقی بود که برای من افتاد. یعنی من همیشه سر این که خیلی لاغرم خیلی مشکل داشتم و این اهرام واسه من ساخته بود. من لباسی که دوست داشتم و نمیتونستم بپوشم، خیلی وقت اعتماد به نفس نداشتم، اصلا انرژیم پایین بود، بدنم ضعیف‌تر بود، زور انجام خیلی از کارا رو نداشتم و اینا باعث شده بود من هی تو ذهنم میگفتم من اگه ورزش کنم چقدر اندامم زیباتر میشه، چقدر اعتماد به نفس میگیرم، من هیکلم گنده‌تر میشه. اصلا در طول روزمره من اون انرژی لازم و کافی رو برای انجام کارام میگیرم، کمتر خسته میشم، هر چقدر انرژیم بیشتر میشه من بیشتر میتونم کار کنم، من دارم سرمایه گذاری میکنم اصلا روی خودم برای آینده که من چند سال دیگه این توان و انرژی رو داشته باشم برای هدفم حرکت بکنم. و این اهرام هم ساخته بودم من اگر ورزش کنم سحرخیز میشم، صبح زود بیدار میشم و واقعا هم این اتفاق افتاد. نمیتونم بگم چقدر انرژی من زیاد شده از وقتی ورزش میکنم، اعتماد به نفسم زیاد شده، اندامم اون شکلی که دوست داشتم داره شکل میگیره و همه این اتفاقا و این فکرهایی که من خودم قبل اینکه ورزش کنم به خودم میگفتم. یعنی خیلی وقتا توی اینستا یه سری ویدیوها رو میدیدم که قبل ورزش و بعد ورزش کردنشون رو گذاشته بودن چه تغییراتی داشتن و این خیلی به من کمک میکرد که منم
از نامو جذب کنم و اراده داشته باشم برای اینکه لایف استایل ورزش کردن رو به زندگیم اضافه کنم و انجامش بدم. به شما هم پیشنهاد میکنم اگر دوست دارین انرژیتون زیاد بشه، اندام زیباتری داشته باشین و اعتماد به نفستون بالاتر بره، ورزش رو جزو روتینتون اضافه بکنید. توی ویدیوهای بعدی من میخوام راجع به رژیم غذایی و ویتامینایی که در زمانی که ورزش میکنم دارم استفاده میکنم و اونم خیلی تاثیر داشته روی زندگیمو بهتون بگم. مرسی که این ویدیو رو دنبال کردید. حتما نظرتون رو برام بنویسید و دوست دارین راجع به چه موضوعات دیگه باهاتون صحبت کنم.